بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهدای کربلا سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین و بزرگ شهید مظلوم امروز سبط اکبر پیامبر امام مجتبی علیه السلام صلوات دیگری تقدیم کنید. در شبهای گذشته عرض کردم که ایمان یعنی محبت، پیدایش محبت با معرفت است. اگر معرفت آمد، محبت فرع آن است. یکی از چیزهایی که محبت رو ایجاد می کند وجود امتیاز در محبوب است. اگر محبوبی، اگر کسی در عالم یا شیئی در عالم دارای یک ویژگی خاص شد، ویژگی او جلب نظر دیگران می کند و محبینی برای خودش در عالم پیدا میکنه. هرچه اون امتیاز بزرگتر، محبت بیشتر. چه ویژگی در وجود مقدس اهل بیت است که اونها را محبوب دل مردم کرده است؟ من امروز یا امشب به دو ویژگی اشاره می کنم. شاید نرسیم به هر دو. اگر نرسیدیم، یک ویژگی امشب و ویژگی دیگر فردا شب، شب شهادت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، تا ببینیم همه 14 معصوم در این دو ویژگی مشترکند و اینا مخصوص اینهاست. هیچ کس دیگری این دو ویژگی را ندارد در این حد. من قبلا به شما عرض کنم و شما خودتون می دانید، یادآوری می کنم برای شما، هر چیزی که در این عالم قیمت و ارزشی داشته باشه تقلبیش هم می سازند. ساعت خوب با مارک خوب اگر جلب نظر دیگران کرد، متقلبین میرن تقلبیش هم می سازند. پول تقلبیش هم هست، کتاب تقلبیش هم هست، مارک خوب لباس تقلبیش هم هست. هر چیزی که یه مقدار نظر مردم رو به طرف خودش جذب کرده،
متقلبین میرن تقلبیش هم میسازند. عالم تقلبیش هست، امام تقلبیش هست، قرآن و کتابهای آسمانی تقلبیش هست، پیغمبر تقلبیش هست، از پیغمبر بالاتر خدا تقلبیش هست. بنابراین هر چیزی که یک عده محب دارد و گرایش کننده به او، متقلبین رفتن تقلبیش هم ساختن. خب خدا برای این که فرقی بین اصلی و تقلبیش باشه برای بشر چه کرده است؟ خدا قرآن و پیغمبر را از باب لطف به بشر برای بشر هدیه کرد، هم کتاب آسمانیش قرآن و هم پیغمبر آسمانیش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی را. من از کجا بفهمم فرق بین یک پیغمبر اصلی و تقلبی را؟ من از کجا بفهمم فرق امیر المؤمنین با غیر علی را؟ اگر بناس خدا علی را کتاب هدایت مجسم برای بشر تا قیامت قرار بدهد، مردم چه ملاکی، چه معیاری، چه نشانه ای باید در پیغمبر و علی ببینند که این نشانه مختص اونها باشد؟ در تقلبیش نیست و متقلبین نتوانند اون نشانه را در رقبای علی و اولاد علی بیارند. حتما خدا نشانه قرار داده است. همین نشانه ها که دو نشانه است، اینا میشه دو امتیاز در محبوب ما علی، در محبوب ما سید الشهدا، در محبوب ما امام حسن، در محبوب ما مهدی فاطمه، که این دو امتیاز در غیر اینها نیست و دلها را تا قیامت مجذوب خودشون می کنند. خب این دو ویژگی چیه؟ این دو امتیاز چیه؟ آیان عزیز، آیات قرآن و روایات اهل بیت به ما می گوید این دو ویژگی و دو امتیاز، یک علم لدنی، دو قدرت لدنی، یعنی یه سوادی که کسی بسان این سواد نتواند داشته باشد و قدرتی که کسی به این قدرت نمیرسد. سواد آقا دو جوره، یه وقت سواد اکتسابیه. سواد اکتسابی یعنی چی؟ یعنی من میرم مکتب خونه، میرم مدرسه، میرم دبیرستان، میرم دانشگاه، میرم کتاب خونه، پله 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 سواد خودم رو میارم بالا. اول دانش آموزم، بعد دانشجو میشم، بعد دکتر میشم، بعد تخصص میگیرم، بعد فوق تخصص میگیرم، اول حجت الاسلام میشم، بعد ثقة الاسلام میشم، بعد آیت الله میشم، بعد آیت الله العظما میشم، پله پله سوادم میاد بالا. به این سواد میگن علم اکتسابی، علمی را که شما کسب کرده اید. علوم بشر علوم اکتسابی است، یعنی رفته است یک کسی در محضر یک استادی زانو زده است، کم کم به اندوخته های علمی و مغز خودش اضافه کرده است. اینو بهش میگن علم اکتسابی و همه شما دارید ان شاء الله. سلام علیکم، صلوات بفرستید. حجاب یه صلوات دیگه. پس علم یا میشه علم اکتسابی یا میشه علم لدنی. علم اکتسابی اینی که من و شما داریم. خصوصیت این علمی که من و شما داریم چیه؟ اولا خیلی محدوده.
یعنی اگه شما نگاه کنید دانسته‌هات نسبت به ندانسته‌هات چقدره، مثل یک قطره در مقابل اقیانوس هند. یه وقتی برای فلاماریون یک مجلسی گرفتند، از اندوخته‌های علمی این دانشمند بزرگ تجلیل کنند، شاگرداش رفتن پشت تریبون، هر کس یه فصل مفصلی از علم استاد حرف زد. وقتی خودش رفت پشت تریبون آخرین نفر، گفت این حرفا چیه که میزنید؟ من دانشمندم، من علامم، من باسوادترین مردم روی کره زمینم، این حرفای مبالغ آمیز چیه میزنید؟ من اگر بخوام چیزایی که نمیدانم از الان بشمارم، مطمئنم باید 10 سال پشت این تریبون وایسم و یکی یکی چیزایی که توی این عالم هست و من علم به اونها ندارم رو برای شما بشمارم. علم اکتسابی اینه. علم اکتسابی علاوه بر محدود شدن، خطا درش راه داره. فخر رازی بعد 70 سال یه روز دیدن داره گریه میکنه، گفتن آقا شما با این علم و دانش گریت برای چیه؟ گفت یه مطلبی رو 50 سال من بهش اعتقاد داشتم، استدلال علمی پاش داشتم، الان فهمیدم بعد 50 سال اعتقاد من باطل بوده. خیلی از علوم ما اینطوریه، بعد مرگمون میفهمیم اینا باطل بوده. یکی دیگر از ویژگی های علم اکتسابی اینه، فراموشی دارد. خیلی چیزایی که من و شما خوندیم تو دبیرستان تو دانشگاه الان هیچیش یادمون نیست، درست میگم یا نه؟ مثلا یکی از چیزایی که شما یادتون نیست اینه که بلند صلوات بفرستید. هی من باید یادآوری کنم، البته شوخی میکنم و میخوام ثواب گیرت بیاد. این شبها شبهایی است که خدا برای نفس کشیدن های شما ثواب میریزه تو پروندتون. میخواستم یه صلوات گنده و حسابی بیاد تو پروندت، گفتم یه صلوات بفرستید، حالا یکی هم برای پدر و مادرتون بفرستید. مرجع تقلید دیگه، ما بالاتر از او نداریم از نظر علم. کارش آخر عمر به یه جایی رسیده بود، همه چی رو فراموش کرده بود. نماز وقتی میخواست بخونه، نماز رو کاغذ نوشته بودن، آقا از رو میخوند. خب علم بشر اینه، علم اکتسابی اینه. حرف من چیه؟ حرف من اینه آقا، امام هم تقلبی داره هم اصلی، پیغمبر هم تقلبی داره هم اصلی. ما فرق امام و پیغمبر اصلی و تقلبی رو از کجا باید بفهمیم؟ این امتیازی که جلب محبت مردم کرده است در 14 معصوم به همینه. قرآن میگه ما 2 ویژگی به این 14 نفر دادیم که به احدی ندادیم. 1، علم لدنی. علم لدنی محدودیت نداره. شما یه سوال کن علی بلد نباش، شما یه سوال کن وجود مقدس ختمی مرتبت بلد نباش، شما یه سوال کن امام زمان راجع به او بگه من نمیدانم، معنا نداره. چون این علم وصل به دریای علم بی نهایت، علم خدایی. آقا یه وقت یه لیوان آب این محدوده، یه وقت یه حوضچه آب این محدوده، یه وقت یه استخر این محدوده، یه وقت یه دریاچه است این محدوده. اما اگر یه دریاچه با یه رودخانه وصل به اقیانوس شد، دیگه محدوده به دریاچه نیست. شما هرچی از این دریاچه آب برداری، از تو اقیانوس میاد جاشو پر میکند. علم معصومین چنین است، هر چی بپرسی وصل به علم خداست. مگر علم خدا محدودیت دارد؟ بی نهایت است. قرآن میگه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا وانا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من قال ان الله استفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم.
از اینجا رفتی بیرون برو سراغ کتاب تفسیر. من خیلی این آیه رو نمیتونم باز کنم، وقت ندارم. ببین آیه چی میگه؟ خدا میگه وقتی ما یک کسی را انتخاب میکنیم برای رهبری شما، دو ویژگی بهش میدیم: و زاده بستتن فی العلم والجسم، علم لدنی، قدرت لدنی. نمیتونی مشابهشو بیاری، ولذا هرچی سوال کنی از پیغمبر اکرم لاعدری توش نیست، از امیر مؤمنان لاعدری توش نیست. اگر میخوای فرق امیر مؤمنان را با غیر علی بدانی، از همان کودکی پیداست. اگر فرق سید الشهدا رو با غیر سید الشهدا میخوای بفهمی، از علم لدنیش در همان گهواره پیداست. خادمه حضرت زهرا فزه است. فزه اهل هندوستان بود. هندیا علم کیمیا میدانستند، میتونستند با اکسیری حقیقت اشیا رو تغییر بدن. هند میگه، هنده فزه میگه وقتی من آمدم خانه امیر مؤمنان، اوائل خدمتم در خانه علی بود، میخواستم علم خودم رو به رخ علی بکشم، از علم کیمیای خودم استفاده کردم. حسیرا شاخه های باری که درخت خرما رو برداشته بود به هم میبافت، میگه تو دست من حسیر و چوب بود، از اون طرف میل بافتنیم که بیرون میامد، اینا تبدیل به شاخه ها و رشته های طلا میشد. میگه جلو علی داشتم اینطوری میکردم، علی ببینه این خادمش چه قدرتی دارد و چه علمی دارد، علم کیمیا میدونه. امیرالمومنین زیر چشمی نگاهی به هنده کردن، فهمیدن فز منظورش چیه. گفتن فز علم کیمیا داری؟ گفت آقای خوردهی بلدم، بلدم چوب درخت خرما رو تبدیل به رشته های طلا کنم. میگه نگاه کردم به علی، دیدم هیچ تعجبی نکرده. گفتم آقا تعجب نمی کنی؟ یه وقت دیدم اشاره میکنه به حسین 3 ساله یا 4 ساله. گفت و هذا العلم یعرفه هذا الطفل، این علمی که تو داری میگی این بچه منم بلده، این گوشه ای از علم حسین منه. برگشتم به حسین نگاه کردم، گفتم حسین بلدی چنین علمی را؟ علی فرمود حسینم گویا فز شک داره، یه گوشه ای بهش نشون بده. میگه یه وقت دیدم رو هوا حسین با انگشتش همچی میکنه، یه خط منحنی کشید. میگه تا این خط منحنی رو کشید، من دیدم از زیر زمین به کلفتی گردن شتر یک رشته طلا آمد بیرون، طبق همون خطی که حسین کشید، از این ور میاد بالا، از اون ور میره پایین، مثل یک موج. گفتم الله اکبر. علی فرمود حسینم بسش فزده، دیگه بیشتر ظرفیت ندارد ببیند. و هذا العلم یعرفه هذا الطفل، اینو بهش میگن علم لدنی، احتیاج به استاد نداره. جواد الائمه علیه السلام وقتی از دنیا رفت، یه پسر ازش مونده، امام هادی 9 ساله، فوراً معتصم عباسی خلیفه عباسی وقت یک نامه نوشت برای عمر ابن فرج در مدینه، گفت ببین از جواد الائمه فرزندی مونده یا نه. گفت بله یه پسر 9 ساله داره. گفت فرصتو از دست ندیا، چکار کنم؟ گفت یه استادی ببین پسر جواد الائمه را درس بده، اون چیزایی یادش بده که ما میخوایم. شیعیان معتقدند پسر جواد الائمه امامشون میشه، بذار ما مغز امام جواد رو مال خودمون کنیم، هرچی میخوایم یادش بدیم، فردا مطابق میل ما فتوا بدهد، شیعیان مطابق میل ما حرکت کنند. عمر ابن فرج، هرچی پول میخوای از حکومت برات میفرستم، از این کار غافل نشیا. عمر ابن فرج میگه یک اعلامیه دادم در سطح شهر مدینه و برای مکه فرستادم، از بزرگترین دانشمندان دعوت کردم، بزرگترین دانشمند وقت ما جنیدی بود. جنیدی آمد گفت چی میخواید؟ گفتم یه همچین مطلوبی معتصم داره، میخوام یه شاگرد تربیت کنی، همه کاراتو تعطیل کن، همه کلاساتو تعطیل کن، یه کلاس بذار برای یه نفر. گفت کی؟ گفتم امام هادی 9 ساله.
گفت باشه. یه پول زیادی قرارداد بستن با جنیدی، جنیدی از فردا امام هادی رو آورد سر جلسه، او می نشست و امام هادی 9 ساله. 2 ماه از این ماجرا گذشت، فرماندار مدینه خواست جنیدی رو، گفت کلاس چجوری پیش میره، چیزی یاد میگیره این بچه یا نه، استعداد فراگیری داره یا نه. یک نگاهی کرد به عمر ابن فرج مثل نگاه عاقل اندر سفیه، گفت چی داری میگی عمر ابن فرج؟ تو به او میگی شاگرد؟ تو به من میگی استاد؟ گفت پس این 2 ماه داری چیکار میکنی؟ چیزی یادش؟ گفت نه والله، از روز اولی که من رفتم تو کلاس میبینم این بچه چقدر مؤدبه، 2 زانو مقابل من میشینه، واقعا چه ادب خانوادگی. اما مگه من میتونم چیزی یادش بدم؟ گفتم چطور؟ گفت راجع به هر موضوعی که من بلدم حرف بزنم 1 ساعت حرف میزنم، این قشنگ گوش میکنه، حرفای من که تمام میشه آخرش به من میگه استاد حرفاتونو شنیدم، به من اجازه میدید راجع به همین موضوع منم صحبت کنم؟ اون وقت شروع میکنه یه حرفایی زدن که من در عمرم نشنید، من حرفاشو دارم مینویسم، او استاد من است، او استاد من است. گفت جنیدی نکنه تو شیعه امام هادی 9 ساله شدی؟ گفت به خدا قسم همون روز اول، همون روز اول. مگر علم اینها با کسی مقایسه می شود؟ این وجود امتیاز در محبوب است که عالم رو مسخر خودش کرده است. این نهج البلاغه امیرالمؤمنین، ببین هنوز تو دنیای علم امروز با این همه پیشرفت علمی چه قوقایی به پا کرد. ابن ابی الحدید یه آدم بسیار ملاست، از اهل سنت هم هست، بسیار ملا. خود ابن ابی الحدید شرح نوشته برای نهج البلاغه 20 جلد. میدونی چی میگه ابن ابی الحدید؟ میگه من 50 بار دقیق از اول تا آخر نهج البلاغه مطالعه کردم، به خدا قسم هر بار شروع میکنم مطالعه باز یه چیزایی از نهج البلاغه میفهمم که دفعه قبل اصلا نفهمیده بودم. این علم لدنی. قوغایی به پا کرده اند علوم اهل بیت، چرا که متصل به علم خدایی است. وقتی متصل شد به خدا دیگه حد یقف نداره. امام صادق علیه السلام میگه، روایتش در تهذیب شیخه، اونجا مطالعه کنید، یکی از کتابهای معتبر حدیثی شیعه تهذیبه. اونجا امام صادق علیه السلام نقل می کند، میگه یه روزی یه عده‌ای از علمای شام وارد مدینه شدن، شنیدن پدر من امام باقر جای پیغمبر نشسته است و حرف علمی می زند. علمای شام بودن، آمدن به محضر امام باقر علیه السلام برای اینکه آقا رو امتحان کنند. میگه منم حضور داشتم. کی داره نقل می کنه؟ امام صادق علیه السلام. میگه علما نشستن گفتن آقا یه سوال داریم. حضرت فرمودن بپرسید. گفتن آقا این کلمه صمد تو سوره توحید یعنی چی؟ قل هو الله احد الله الصمد. خب اگه از من بپرسن، خدا میدونه 2 سالم برم مطالعه کنم رو کلمه صمد، خلاصه حرفام 10 دقیقه بیشتر نمیشه دیگه، بیشتر از این نمیتونم راجع صمد یعنی موجود بی نیاز دیگه چی بگم بیشتر؟ امام صادق علیه السلام فرمود پدرم شروع کرد راجع به صمد حرف زدن، روایتش موجوده تو تهذیب، برید مطالعه کنید چند صفحه امام صادق، امام باقر راجع به صمد جملات عجیب علمی فرمودن. بعد یه وقت دیدن این علما انگوش به دهان موندن، حضرت یه جمله غریبی فرمود، گوشاتون بازه بشنوید. حضرت فرمودن لو وجدتو لعلمی الذی آتانی الله تبارک و تعالی حملتن لنشرت الاسلام و الایمان و شرایع من الصمد و کیف لی بذلک.
ولم یجد جدی امیر المؤمنین علی علیه السلام حملتا لعلمه. معناش میدونی چیه؟ امام باقر خطاب به علما فرمودند به خدا قسم اگه میدونستم حرفایی که میزنم راجع به صمد، کسی هست بین شما اون حرفا رو بفهمد، اگه میدونستم همه ایمان، همه اسلام، همه دینهای آسمانی و شرایع رو از تو کلمه صمد در می آوردم، تحویلتون می دادم. یک کلمه صمد می گفتم بهتون ربط همه ایمان، اسلام و شرایع را به صمد. و حضرت اظهار تأسف کردن، گفتن نه تنها من بلکه جد مظلومم امیر المؤمنینم کسی رو پیدا نکرد براش حرفای علمی بزند. این سینه علی مملو و از علم بود، کسی تحمل علم علی رو نداشت، کسی تحمل علم علی رو نداشت. چی باعث شده مردم عاشق اهل بیتن؟ شیعیان سرتون رو بالا بگیرید. شیعه واقعی کسی است که پیرو علم است. شیعه بی سواد شیعه نیست. شیعه خرافاتی شیعه نیست. شیعه اون کسی است که در عصر اتم امروز حرف برای گفتن دارد، چون مقتدایش علی است. اگر من بی سوادم، آبروی مولا و امامو دارم میبرم. امروز متاسفانه تو عالم یه فرقه هایی از شیعه پیدا شدن که جز آبرو ریزی برای اهل بیت چیزی ندارن. یه مش از این شیعیان امروز شما میدونید شیعیان بهره‌ای هستن. اینا یه آداب مسخره ای دارن. یه امامی دارن که این امام در فرانسه مشغول عیاشی است، سالی سه روز مریدا و معموماشو جمع میکنه، فراخوان میده مثلا امسال بیاین تانزانیا، همه بلند میشن میرن تانزانیا. یک جمعیت زیاد چند صد هزار نفری نوشتن تابعین این امام منحرف منحط مغرور و بی علم و بی سواد. خب این چیکار میکنه با این شیعیانش؟ من جزء آدابشون خوندم. این وقتی مردم نشستن روبروی، سه روز پا میشه آقا میاد اونجا، سه روز چیکار میکنه تو این سه روز؟ سه نفر رو از لابلای جمعیت بلند میکنه، آقا بیا، خانم بیا، جوان بیا، در گوش هر کدوم اینا یه چیزی میگه، تمام شد میرن. حق ندارن به کسی بگن امامشون چی بهشون گفته. اسمشون شیعه است، پا میشن میرن سر جاشون میشینن. فردا شب میشه، اون سه نفری که پارسال در گوششون چیزی گفته میگه بلند شین بیاین، بلند میشن میان در گوش آقا. اون جمله‌ای که پارسال گفته باید بگه، اگه بتونه بگه میگه این اهل بهشته، اگه نتونه بگه میگه این جهنمی، باشیم بریم. روز سوم هم یه خورده نصیحت میکنه و تمام. این اسم شیعه است؟ ای قربون امام صادق بشم، ای قربون امام باقر بشم، ای قربون امیر المؤمنین بشم. اقیانوس علم میگه هر چی میخواید از ما سوال کنید، بی جواب نمیمانید. اونم چه جوابهای علمی؟ شیعه و خرافات. من اگر قسمت شد سالهای بعد آمدم سوئد، دستبوس شما مردم ان شاء الله، یادم بندازید راجع به بحث خرافات باهاتون حرف بزنم، ببینید ماها چقدر مبتلای به خرافاتی تو زندگیامونا. اسممون هم گذاشتیم شیعه امیرالمؤمنین، شیعه خرافات. خودمون یک سلسله خرافاتی داریم که نه قرآن میگه، نه روایات میگه، نه امام حسین گفته، نه علی گفته، تو زندگیامون موج میزنه. من یه وقتی اینها رو تحقیقاتی برای خودم کردم، یادداشت کردم، آقا سه چهار تا من باید منبر برم یکی یکی به شما بگم. شما این کار رو میکنی یا نه؟ همتون خواهید گفت بله، و حالی که اون کار خرافه است. دین اسلام و شیعه امیرالمؤمنین مکتب علم است، دانش است، استدلالات عقلی قوی پای هر حکم شرعی است. چیشو بلدیم؟ دنبال کی را افتادیم؟
تا لعاب شرق و غرب بهش میدن به اسم روشن فکر، فکر میکنی علوم پیش ایناست؟ والله علوم نزد امیر المؤمنین و اولادش، ما از حرفای اونا بیگانه ایم. به خدا بهترین نسخه ها برای یک زندگی سالم، برای یک جسم سالم، برای یک روح سالم در کلمات اهل بیت وجود دارد. ما بیخبریم، ما بیخبریم، دنبال یک کسایی را افتادیم که خودشون تو زندگی های خودشون موندند. گفت با یه پالتو بلند وارد یه شهری شد، دید بچه ها دارن بازی میکنن. به یکی از این بچه ها گفت پسرم کلیسای شهر شما کجاست؟ پسره گفت شما چه کاره ای؟ گفت من کشیشم. گفت میخوای کلیسا رو برای چی؟ گفت باید برم سخنرانی کنم. گفت از این کوچه میری به سراحی میرسی، دست راست یه پیچه دیگه دست چپ در کلیسا پیداست، اونجا کلیساست. پسره نمیدونست کلیسا چیه، کشیش چیه. کشیشه که راه افتاد بره، گفت آی کشیش. گفت بله. گفت میخوای بری تو سخنرانیت به مردم چی بگی؟ گفت میخوام برم راه بهش رو به مردم نشون بدم. پسر خندید، گفت چرا میخندی؟ گفت آقا تو خودت راه کلیسا رو بلد نیستی؟ خواهی بری راه بهشت رو به مردم یاد بدی؟ یه کتاب روانشناس غربی میخونه میگه اینا خوب فهمیدن. خب تو روایات رو خوندی؟ به والله اینا ادعا نمی کنم، هر کدومتون خواستید بعد منبر بیاید پیشم تا یکی یکی براتون بگم. کتابهای روانشناس غربی و شرقی رو من زیاد خوندم، زیاد. به خدا قسم، قسم جلاله دارم میخورم، هنوز پیدا نکردم یه حرف قشنگی را، حرف قشنگی تو کتاباشون زیاده ها، هنوز پیدا نکردم یه حرف قشنگی را که 1400 سال پیش امیر المؤمنین و امام سجاد و امام باقر و صادق تو روایاتشون اونا رو نگفته باشن. هنوز پیدا نکردم. هر حرفی از اینا میخوای بیار تا من روایتشو برات بیارم. این حدیث مال 1400 سال پیش آقا گفته. ما بیگانه ایم از علوم اهل بیت، ما دوریم از علوم اهل بیت، ما نرفتیم در خانه اهل بیت، ما علی رو خانه نشین کردیم. یه وقت خانه نشینی به این است که بگی فلانی بر علی برتر است، یه وقت خانه نشوندن علی به این است که نهج البلاغش تو خانه شما نباشد، یا باشد و روش خاک نشسته باشد. چقدر علوم اهل بیت تو زندگی های ما هست. اجمالا می دانیم که خدا علومش رو ریخته تو سینه اهل بیت. قدیما مثل حالا نبود خبرها سریع مخابره بشه. خبر وقتی میخواست از مدینه به ایران برسه 6 ماه طول میکشید، از مدینه میخواست به چین برسه 1 سال طول میکشید، به اونورتر 2 سال طول میکشید. یک عده ای از علمای بزرگ یهودی، اینا خبر اسلام بهشون رسیده بود، جلسه گذاشتن گفتن پاشیم راست راستی بریم مدینه ببینیم اگه اسلام راست باشه ایمان بیاریم، مردمم از گمراهی نجات بدیم. آخه ادعا این است که اسلام دین اکمل است، الیوم اکملت لکم دینکم، اینا ادعا میکنن. گفتن خب حالا بریم مدینه چی بپرسیم؟ گفتن میریم از پیغمبرشون سوال میکنیم، از کتاب خودمون تورات. 10-15 تا سوالی که جواباش تو تورات ما آمده است از پیغمبر میپرسیم. اگه بلد بود معلوم میشه راست میگه. اونا ادعا میکنن اسلام کاملتر از یهود و نصاراست، پس باید تورات و انجیل رو بلد باشن، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. بلند شدن 70 نفر از علما بعد از تصمیم گیری چند ماه مشورت کنن چیکار کنن، را افتادن آمدن رسیدن مدینه. گفتن آقا پیغمبرتون کجاست؟ گفتن پیغمبر ما 2 سال خورده ایست از دنیا رفته، برای چی آمدید؟ گفتن ما آمدیم برای تبلیغ، برای اینکه ما مبلغیم، ما عالم دینیم، آمدیم ببینیم چیزی تو چنته شما از علم هست یا نه. پیغمبر شما از دنیا رفت، دینش هم تعطیل شد؟ گفتن نه دینش هست. خلیفه پیغمبر کیه؟ گفتن خلیفه پیغمبرم ما توراه مرد. دومیش کیه؟ گفتن دومیش الان تو مسجد در حال سخنرانیه. لا اله
کاش ما نداشتیم. لا اله الا الله. هر چی سر اسلام آمده ها، به خاطر اینکه شعاری که اسلام داده شعار به حق بوده است، یه نسخه بدلیشو نشون مردم دادن، چیزی که اول منبر گفتم، تقلبیشو به مردم خوروندند. آمدن تو مسجد، دیدن آقا نشسته رو منبر، جایگاه پیغمبر اکرم، مسجد هم قاصن به اهله. یه وقت از رو منبر خلیفه دوم دید، یه عده‌ای دارن وارد مسجد میشن، همه مشابه هم، ریش‌های بلند، لباس‌های یهودیت به تن، جا باز کردن، مهمانن، اینا آمدن وسط نشستن. یکیشون به عنوان نماینده بلند شد، گو آقا ما از علماییم، آمدیم اینجا 4 تا سوال کنیم، اگه جواب دادید برگردیم به امتمون بگیم دین اسلام دین بر حق است، عوض کنید دینتون رو، مسلمان بشید، اگرم بلد نبودی برگردیم بگیم اسلام دروغه. گو خب بپرسیم. گو آقا قفل آسمان ها چیه؟ کلید این قفل کدامه؟ شما میدونین چیه؟ یه نگاه این ور اون ور کرد، گو ما میدونستیم که صندوق بیت المال کلید قفل داره، اما آسمان رو نشنیدیم. این چه سوالی، از کجا در آوردین؟ گفتن سوال و جواب تو تورات ما هست. اگه شما ادعا می کنید که اسلام دین اکمل و کامل تره، باید جواب این سوال رو بدانی. آسمان قفل داره، این قفل کلید داره. گفت نمیدونم، حالا یه سوال دیگه بپرس. اینا یه نگاه به همدیگه کردند و گفتن خب حالا سوال دومی رو بپرس. نمایندهشون گفت آقا، گفت بله، گفت 5 تا موجود زنده بی پدر و می مادر به دنیا آمدن، اینا کیان؟ گفت خب یکیش عیساست. گفتن عیسی مادر داشت، پدر نداشت. 5 تا موجود زنده بی پدر و بی مادر. گفت نمیدونم، چه سوالایی پیدا کردین؟ یه سوال درست حسابی بپرسین. گفتن آقا یه قبری هست، وقتی صاحب قبر رو تو قبرش گذاشتن، قبر با صاحبش شروع کرد راه رفتن، اون کدام قبر است؟ گفت نمیدونم. گفتن یه زمینی هست، آفتاب بهش تابید یه بار، تا قیامت این زمین دیگه روی آفتاب را نمیبیند، اون زمین کجاست؟ گفت نمیدانم. آقا اینا گفتن پاشیم بریم بابا، این همه را بی خود آمدیم بابا. یه وقت دیدن از رو منبر داره دنبال کسی میگرده، خادمش رو پیدا کرد، بلندش کرد، خادمه آمد در گوشش، خلیفه دوم گفت دوان دوان و با عجله برو در خانه امیر المؤمنین علی. گفت برم چی بگم؟ گفت برو بهش بگو آبروی اسلام و مسلمین در خطر است، خودشو به مسجد برساند. این تاریخ اهل سنت، اینم شما. من شمردم 72 بار خلیفه دوم گفت اگر علی نبود ما هلاک می شدیم. 72 جا، یکیش اینجاست. غلامه میگه دوان دوان آمدم، نزدیک ظهر است، در خانه علی رو کوبیدم، امیر المؤمنین با سر برهنه بی عبا پا برهنه آمد دم در، در رو باز کرد، چه خبره؟ گفتم علی جان خودتو به مسجد برسان. چرا؟ گو آمدن علمای یهود سوال میکنن جواب نداره. حالا این رفته دنبال علی، اینا دارن سوالاشونو ادامه میدن. گفتن آقا عدد 1 یعنی چی؟ چه میدونم. مراد از عدد 2 چیه؟ گفت نمیدونم. عدد 3 چیه؟ نمیدونم. عدد 4؟ نمیدونم. 5 6 7 8. اینا دیگه کم کم داشتن پا میشدن مسخره میکردن که برن. یه وقت دیدن شاه شاهان، امیر امیران، یعصوب الدین، قائد قر المحجلین وارد مسجد شد. همه روشون به منبر، پشتشون به در است، اما یک صدای دلربا شنیدن، به همه سلام کرد مولا علی. یه وقت دیدن کسی که رو منبر جا پیغمبر نشسته، یک نفس راحتی کشید. گو از او بپرسین.
برگشتن نگاه کردن چهره دلربای علی رو دیدن. علی فرمود خوش آمدید علمای یهود، آمدید سوال از تورات کنید؟ گفتند بله آمدیم سوال کنیم، اما از پیغمبر پیغمبر رو ندیدیم. گفتیم از خلیفش بپرسیم، خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر باید جواب ما رو بده ما مطمئن بشیم. حضرت فرمود حالا سوالاتتون رو از من بپرسید، طوری نیست. گفتن آقا شما کی هستی؟ اول خودتو معرفی کن. فرمود انا عبد من عبید محمد. فرمود من یه بنده ای از بندگان پیامبرم، من شاگرد مکتب پیامبرم، علوم پیامبر در سینه من است، از من بپرسین. گفتن آقا از خلیفش پرسیدیم بلد نبوده. فرمود ضرر داره دوباره بپرسین؟ نمیخواین بپرسین؟ من خودم سوالاتتون رو بگم جواباشم بگم. گفتن نه آقا میپرسیم. سوال اول ما از آقا این بود قفل آسمان ها چیست؟ فرمود در تورات شما نوشته شده، در قرآن ما هم هست، قفل آسمان ها شرک به خداست. اگر همه مردم روی کره زمین مشرک بشن آسمان قفل میشه، برکاتش بسته میشود، و کلید این قفل توحید است، لا اله. اگر برکات آسمانی بر اهل زمین میاد به خاطر چهار نفر خداشناس و موحد است که یکیشون امام و نبی است. گفتن آقا این سوال رو مطابق تورات ما جواب دادی، درود خدا بر تو باد، خیالمون راحت. آیان عزیز تاریخ میگه این 70 نفر روشون از منبر برگردوندن طرف در مسجد، نگاه میکنن یکی داره این وسط به وکالت و نیابت از همه سوال میکنه. آقا 5 تا موجود زنده بی پدر و مادر. فرمود آدم، حوا، قوچی که از آسمان آمد فدای اسماعیل پیغمبر شد، شتری که صالح پیغمبر به اعجاز از کوه در آورد برای قومش، و پنجمین آنها وقتی پیغمبر شما حضرت موسی عصاشو انداخت تبدیل به یک مار بزرگ شد. این موجود زنده نه پدر داشت و نه مادر. گفتن آقا یک زمینیست یه بار بیشتر آفتاب نخورده. فرمود وقتی پیغمبر شما از دریا میخواست عبور کنه خدا بهش فرمود عصاتو به بحر بزن، به دریا بزن. وقتی به آب زد آب شکافته شد، موسی و قومش عبور کردند زمین کف دریا. وقت عبور موسی آفتاب خورد، وقتی رفت به هم آمد، اون زمین دیگه تا قیامت آفتاب را نمی بیند. گفتن آقا قبری که با صاحبش راه رفت، فرمود اون قبر شکم ماهی بود و صاحب قبر یونس پیغمبر. وقتی خدا به پیغمبرش فرمود و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در قرآن ما آمده است یونس از قومش عصبانی شد و ترک مأموریت کرد. خدا او را ادب کرد و 3 شبانه روز در شکم ماهی را قبر او قرار داد. ماهی میگشت در دریا، قبر او بود و صاحب قبر یونس پیغمبر. گفتن الله اکبر، به این علوم تو ای جوان آخرین سوال ما رو جواب بده، خیال ما رو راحت کن. مراد از عدد 1 چیه؟ فرمود الله جل جلاله. مراد از عدد 2 چیه؟ خدا میدونه. تاریخ میگه هنوز سوالای اینا به جمله آخر نرسیده بود، علی شروع کرد به جواب دادن. عدد 2 چیه؟ آدم و حوا. عدد 3 چیه؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. عدد 4 چیه؟ فرمود 4 کتاب آسمانی بزرگ خدا، تورات، انجیل، زبور و قرآن ما.
مراد از عدد پنج چیه؟ فرمود نمازهای پنجگانه. مراد از عدد شش چیه؟ فرمود شش روزی که خدا زمین و آسمانها رو در او خلق کرد. در قرآن ما آیه دارد ولقد خلقنا السماوات والارض فی ستة ایام. مراد از عدد هفت چیه؟ فرمود آسمانهای هفتگانه. قرآن ما میگوید ولقد بنینا فوقکم سبعا شدادا. مراد از عدد هشت چیه؟ فرمود حاملین عرش پروردگار. در قرآن ما میگوید و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه. مراد از عدد نه چیه؟ فرمود پیغمبر شما نه جور معجزه داشت. قرآن ما میگوید ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. مراد از عدد ده چیه؟ فرمود ده روزی که خدا وعده به پیغمبر شما داد به عنوان تکمیل وعدهش. ولقد وعدنا موسی ثلاثین لیله فاتممناها بعشر. گفتن آقا مراد از عدد یازده چیه؟ فرمود برادران حضرت یوسف قرآن ما میگه انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین. گفتن آقا آخرین سؤال ما عدد دوازده چیه؟ فرمود اون دوازده چشمه ای که بر اثر معجزه پیغمبر شما موسی پدید آمد. وقتی دعوا شد بین بنی اسرائیل، خدا به موسی گفت عصاتو به چشمه بزن، دوازده چشمه مختلف جوشید. قرآن ما میگه ولقد اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. وقتی سوالات یه وقت این هفتاد نفر ساکت شدن، علی فرمود چرا ساکت شدید؟ هر چه میخواید بپرسید، من اینجام. نماینده یهودی ها گفت من دیگه سؤالی ندارم، فقط یه اعترافی میخوام بکنم. همه بشنوید، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. وقت به امیر المؤمنین گفت آقا تو اسمت چیه؟ فرمود من علی ابن ابی طالب. گفت و اشهد انک علی خلیفت رسول الله. تو میتونی جانشین پیغمبر باشی؟ تو میتونی. آیون یهودی ها رفتن. بهتون بگم چه شد؟ علی وقتی میخواست به خانه برگرده باز تنها برگشت، باز مردم نشستن پا منبر. مردم راتونو گم نکنید تو دنیایی که علم و ادعا فراوان است. به خدا قسم اگه یک قدم در خانه غیر چارده معصوم برداشتی اشتباه کردی. هر کی به اهل بیت چسبیده بهشون بچسب. برید تو کلمات اهل بیت غور کنید، جستجو کنید، راه زندگی رو پیدا کنید از این اقیانوس های مواج علم. امروز روز شهادت کی بود؟ روز شهادت امام حسن مجتبی. امیرالمومنین میگه آیه نازل میشد تو مسجد به پیغمبر، پیغمبر رو منبر آیه رو برای همه میخوند. من بلند می شدم بیام خانه به فاطمه زهرا بگم این آیه امروز نازل شده. تا وارد خانه می شدم فاطمه زهرا شروع می کرد اون آیه رو بخوندن. می گفتم فاطمه جان جبرئیل بر تو هم نازل میشه؟ گفت نه. گفتم این آیه رو برات کی خونده؟ گفت حسنم. حسن کجا شنیده؟ تو مسجد پای منبر پیغمبر بوده، میخواسته قبل از اینکه باباش بیاد خونه آیه بخونه آیه رو حفظ میکرده میآمده. یا آیه رو حفظ بوده میدونسته الان روز نزول این آیه است. امیرالمومنین حسن چهار ساله قرآن میخواند. ای قربون این خانواده بشم. صدا زد فاطمه جان دلم میخواد یه روزی صدای تلاوت قرآن رو از حسنم بشنوم. طراحی کردن، نقشه کشیدن. یه روز امیرالمومنین رفت تو صندوق خونه، به قول ما پشت پرده مخفی شد.
همون لحظاتی که میدونست حالا حسن خواهد آمد و آیه قرآن جدیدی خواهد خوند، امیر المؤمنین روایت در بهار مرحوم مجلسی رفت پشت پرده، وقت دیدن صدای پای دو حسن میاد، داره دوان دوان میاد، یا اما البشاره یا اما البشاره. امروز یه آیه بر جدم رسول خدا نازل شد، فاطمه زهرا بغل کرد حسن، گفت حسنم بخوان مثل هر روز قربونت بشم، آیه رو بخون بر پدر بزرگت چه نازل شد امروز. میگه یه وقت دیدن امام حسن نگاه به مادر میکنه، نمیخونه، گفت مادرم بخوان آیه یادت رفت؟ گفت نه مادر. گفت پس بخوان، نمیخوند. دفعه سوم اصرار، یه وقت امام حسن 4 ساله گفت یا اما قل بیانی و کل لسانی لعل سیدن یرانی. مادر میخوام بخونم ولی مثل که یه آقای بزرگواری در پس پرده مراقب من است، ابهت آقا نمیگذاره من بخوانم. امیر المؤمنین پرده رو کنار زدن، آمدن لبهای حسن رو بوسیدن، فرمودن بخون حسن. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، لبهایی که قرآن خوان است ای مردم امروز زهر اجداد. بقیه حرفامون برا فردا شب، آیان امروز 48 یا 28 ماه صفر است، یعنی 48 روز گذشت از اول محرم تا الان. شما داری میگی یا حسین بمیرم براش چقدر مظلومه، امشب باید بگیم یا حسین. اون عالم بزرگ، اون خطیب بزرگ، حضرت زهرا رو در خواب دید، میگه دیدم حضرت از من رو برگردوندن، گفتم بیبی جان من که ذاکر پسر شما حسینم، هم میگریم و هم میگریانم مردم رو، چرا از من روتون رو برمیگردونین؟ میگه یه وقت فاطمه زهرا فرمود فلانی مگر حسن پسر من؟ امشب چه خوب کردن چراغا رو خاموش کردن، امشب حقش چراغ خاموش بشه. چرا؟ هر شب به یاد حسین خاموش میکردن، امشب به یاد حسن. حسین کربلایش نورباران است ای مردم، اما الان اگه نگاه کنی قبرستان بقی تاریک، یک شمعی یک چراغی در اون قبرستان نیست، 4 امام معصوم یکی حسن است، اما قبر تاریک. لا اله الا الله نوشتن در تاریخ، 7 بار معاویه امام حسن رو مسموم کرد، 7 بار، هر بار که سم و زهر به آقا میدادن، آقا بلند میشد میآمد کنار قبر رسول الله، دعا میکرد، شفای خودش رو از حضرت میگرفت، تا اینکه معاویه نامه ای نوشت برای پادشاه روم، با پادشاه روم آشنا بود، نامه ای نوشت، نوشت در مملکت ما زهر قوی پیدا نمیشه، من یک دشمن سرسختی دارم، میخوام برام یه زهر مخصوصی بفرستی. در مقاتل نوشتن پادشاه روم زهری تهیه کرد فرستاد همراه با یه نامه. معاویه وقتی نامه رو باز کردید، پادشاه روم نوشته معاویه من قوی ترین زهر دنیا رو برات فرستادم، اگه یه قطرهشو توی دریاچه بریزی همه موجودات زندهش میمیرند، دشمنت هر کی باشه از پا در میاد، این نامه رو برات نوشتم یه خواهش کنم معاویه، نکنه این سم رو به یه خداشناسی بدی ها، نکنه به یه خدا پرستی بدی ها معاویه.
لا اله الا الله. این نامه رو فرستاد برای همسر بی وفا و دین فروش امام حسن، و اون نانجیب هم زهر رو در کوزه آب آقاری. السلام علیک یا مولای یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله ای بمیرم. یاداورید کنم این نکته را یا یاداوری نمیخواد؟ فاطمه زهرا فرمود اون چشمی که برا حسنم بگرید کور وارد محشر نمیگیجم. به چشماتون امشب التماس کنید آقا خیلی آبرو در خانه خدا داره. ای زن و مرد امام حسن روزه بودن یه لقمه افطار نوش جان کرد یه ساعتی خوابید وقتی بیدار شد احساس تشنگی زیاد کوزه آب رو از بالای سر برداشت همچی که یه جرعه آب نوشید یه وقت دیدن صدای آقا بلند هی میگه آه جگرم آه جگرم آه جگرم. همه تون میدونید خیلیاتون متأهلین هر مردی تو خانه هر بلایی سرش بیاد اول به زنش میگه ای من بمیرم. دیدن امام حسن میگه ای کنیزا برید بگید زینبم بیاد بلا کش دوران بیاد. الحمدلله مجلسمون بسیار حال خوش، وقت منم گذشته، مداح اهل بیتم شرف حضور دارن، هممون با هم از صدای گرمشون استفاده میکنیم. من فقط دلم میخواد امشب صداتون این گونه بشنوم، همون فریادی که هر شب میزدی حسین آرام جانم، امشب میخوام بیت دومشو عوض کنیم. حسین آرام جانم، حسن روح. به به، محبت تو به آقا نشون بده. حسین آرام، خدا قسمتت کنه مدینه بگی. روح را برای شفای مریضا حسین.